و همان گونه که به اطلاعتون رسوندم دیگر الان میریم به اروپا و با آقای کیارش وکیل دادگستری ایران به گفتگو خواهیم نشست در مورد شرایطی که وکلای ایرانی در ایران دارند و هر روز وضعیت بدتر و بدتری رو پیدا میکنند. آخرین خبرهایی که از ایران داریم حاکی از این است که ماموران وزارت اطلاعات دیروز دو وکیل دیگه به اسم آقای پیام درفشان و فرخ فروزان رو در خانه وکیل دیگری به نام آرش کیخسروی دستگیر کردن در کرج که با آقای هوشمند به گفتگو میشینیم. جناب هوشمند درود بر شما. در خدمتتون هستم قربان. درود بر شما و با تشکر از این که به برنامه اومدید. تشکر از شما که از من دعوت کردید و اجازه بدید که من درودی بفرستم به تمام مردم ایران در هر کجای این دنیای بزرگ که هستند. آیا بعد این وضعیت وکلا داره به کجا میره؟ دیروز دوباره دو نفر دیگر رو دستگیر کردند و با این تعداد دستگیری ها آیا واسه همیشه اینا میخوان وجود وکلا رو انکار کنن؟ مثل بعضی از رشته ها درش رو ببندن و فقط این چی میگن آخوندها یا این ملاها قراره وکالت رو قبول کنن یا اصلا وکیل احتیاجی نیست همینجور ببرین دست و پا و اینا رو بریزین دور؟ عرض کنم که امروز صبح هم یک وکیل دیگه ای رو دستگیر کردند، یک وکیل بانوی رو دستگیر کردن امروز صبح در منزل خودش که ایشون هم از فعالان حقوق بشر بود. و ببینید در ریشه دشمنی جمهوری اسلامی با وکلا برمیگرده به روزهای نخستین انقلاب 57 یا شورش 57 اجازه بدید بگم، زمانی که قانون وکلا مأمنی شد برای بازداشت شدگان سیاسی در اون برهه بهمن ماه و خانواده های همافران به قانون وکلا آمده بودند برای پیگیری وضعیت نظامیانی که بازداشت شده بودند. اتفاقی که افتاد با وقوع این شورش و روی کار آمدن عده‌ای روزخان که به قول معروف نهایت کاری که بلد بودن این بود که سر قبرها برند و قرآنی بخونند برای اموات، اینها همه چیز رو میخواستند اسلامیزه بکنند و عالم حقوق امروز دیگه فرق میکنه با آنچه که در 1400 سال پیش بود. قوه قضاییه به دست یک عده آخوند افتاد که تحصیلات حقوقی نداشتند، با مبانی حقوقی و با مبانی عدالت هیچ آشنایی نداشتند و عرض کنم به حضورتون که یک شکافی بین خانواده حقوقی کشور و خانواده قضایی کشور افتاد. این شکاف در واقع باعث شد که یک سری افراد ستادی وارد دستگاه قضا بشوند. این افراد ستادی هیچ درکی از اصول پذیرفته شده حقوقی نداشتند و ندارند، کما اینکه امروز رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز سابقه وکالت و قضاوت در کارنامه خودش ندارد و این انسان شده رئیس یک دستگاهی که عدالت رو میخواهد در ایران برقرار بکنه. خب در مقابل ما وکلا رو داریم، وکلایی که حقوق خواندن، اصول حقوقی رو آموختن و مسلح هستن به علم و دانش حقوقی. ما میخواییم با قضاتی صحبت بکنیم و از متهم در برابر قضاتی دفاع بکنیم که بعضا یا فقه و مبانی خوندن یا الهیات خوندن و یا درس خارج فقه در حوزه های علمیه گذروندن. بسیار سخت هست. ببینید سلسله مراتب ادله اثبات دعوا، اول قانون، بعد منابع معتبر فقهی، اما ما باید مستند به منابع معتبر فقهی در واقع صحبت بکنیم. تلاش ها از سال 57 بسیار بود. هیئت مدیره رو در زمان خودش
دستگیر کردن در همون سال 57-58. عملا هیئت مدیره کانون وکلا فاقد هیئت مدیره شد. سپس اومدند آقای گودرز افتخار جهرومی، دکتر گودرز افتخار جهرومی رو به عنوان قائم مقام کانون وکلا نصب کردند که ایشون به سبب داشتن پست‌های زیاد، نزدیک 20 پست در اون زمان ایشون داشتن، نمی‌رسیدند که امور کانون رو رتق و فتخ بکنن و بنابراین قائم مقامی برای کانون تعیین کردند تا دهه 70 شمسی که نهایتاً مجدداً قانونی وضع شد به اسم قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و کارآموزی که مجدد شروع شد به برگزاری انتخابات ها و وکلا از میان خودشون هیئت مدیره ای رو انتخاب میکردن. نکته ای که حائز اهمیت هست در این قانون این هست که دادگاه انتظامی قضات حاکم شد بر کانون وکلای دادگستری، یعنی هر وکیلی با سابقه 10 سال میتواند خودش را کاندیدا بکند برای حضور در هیئت مدیره کانون وکلا. حالا ما که بعد از اینکه ثبت نام میکنه پرونده ایشون به دادگاه انتظامی قضات فرستاده میشه و شعبه اول دادگاه انتظامی قضات باید نظارت استثبابی داشته باشه و تایید وکلا حضور داشته باشد رو تایید بکنه. کارها به همینجا ختم نشد و بر سر یک سری اختلاف ها در زمان دولت آقای خاتمی در قانون برنامه و توسعه اون زمان یک ماده به اسم ماده 187 تصویب شد که به قوه قضاییه اجازه داده شد که به عده‌ای فارغ التحصیل حقوق، فقه و مبانی و الهیات اسلامی پروانه مشاوره حقوقی داده بشه. ببینید مشاوره حقوقی فرق میکنه با وکالت. بعدن قوه قضاییه آمد و این مشاوران حقوقی رو بهشون اجازه وکالت در قضیه رو در دعاوی رو داد. و یکی از دلایلی که شکاف بیشتری کرد میان کانون وکلا و قوه قضاییه این بود که بعضن قضات یا مدیر دفترها یا افرادی که در دادگستری مشغول به کار بودند و به لحاظ فساد اخلاقی یا فساد مالی یا امور دیگه پاکسازی می شدند، اخراج می شدند، اینها معرفی می شدند به کانون وکلا برای اینکه پروانه وکالت بگیرند. خب کانون وکلا می گفت شما یک همچین شخصی رو اخراج کردید و گفتید اینشون فاقد صلاحیت قضایی هست. چطور میشه که در آن واحد یک فردی فاقد صلاحیت قضایی باشه که در دادگستری بخواد کار بکنه اما واجد صلاحیت قضایی باشه که بیاد و در کانون وکلا پروانه وکالت بگیره و فعالیت قضایی انجام بده؟ تمام اینها روی هم رفته دستگاه مشاوران حقوقی قوه قضاییه رو بنیانگذاری کرد که مشاوران حقوقی بعد از اینکه به وجود اومدن این افراد در واقع همه پروانه وکالت گرفتن و بعد از اون مجدداً های دیگری صورت گرفت مثل طرح جامع وکالت که این لایحه رو ما به لایحه مانع وکالت در میان خودمون وکلا تعبیرش میکردیم. این طرح در واقع ادغام کانون وکلا که یک نهاد مردمی است و از پولهایی که وکلا گذاشتن تشکیل شده و مرکز مشاوران ماده 187 صحبت میکرد و اینکه کل هر دو نهاد زیر نظر قوه قضاییه میرفتن و زیر نظر قوه قضاییه باید انجام وظیفه میکردن. تلاش هایی شد این لایحه عقیم ماند و بعدن زمان طرح این لایحه در زمان دولت آقای احمدی نژاد بود که قوه قضاییه این رو برای دولت احمدی نژاد فرستاد. احمدی نژاد این لایحه رو نفرستاد به مجلس و سر باز زد. حدود 3 سال این لایحه در دست دولت موند. نهایتا آقای روحانی که داعیه وکالت و
وکیل بودن داشت، در اولین روزهای سکانداری خودش این لایحه رو به مجلس فرستاد. علی‌ای‌حال این لایحه عقیم ماند و در مجلس رد شد و یک پیروزی برای ما بود، اما هنوز شیرینی این پیروزی به کام وکلا ننشسته بود که از معاونان آقای قالیباف در شهرداری که روزنامه همشهری رو در دست داشت، کمپینی رو به اسم کمپین حذف ظرفیت وکالت مطرح کرد و اینها در صدد این هستن که اصلا آزمون وکالت باید حذف بشه. شما مستحضر هستید که در تمام کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا علل خصوص یکی از سخت ترین آزمون‌های ورودی برای وکالت رو داره. اینها معتقد هستند که هر کسی که فارغ التحصیل میشه از رشته فقه و مبانی یا از رشته حقوق باید بهش پروانه وکالت داده بشه و میخواهند با این کار در واقع آمار بیکاری رو پایین بیارن. اما من نمیفهمم چه فرقی هست میان فارغ التحصیل بیکار و وکیل بیکار. نهایتا ما بیکاریم دیگه. حالا یک تایتلی رو داشتن که موزلی رو حل نمی کنه. این همون تقلبی هست که آقای احمدی نژاد انجام داد که ساعت کاری رو به 2 ساعت در هفته تقلیل داد و گفت ما آمار بیکارمون پایین اومده. به هر حال دشمنی با وکلا که همیشه در برابر بیدادگاه‌های دینی در ایران ایستادند در طول این 40 سال و در کنار مردم بودند و اشخاصی مثل آقای دکتر سیف‌زاده، آقای دکتر دادخواه، آقای دکتر سلطانی، خانم ستوده که هزینه این ایستادگی در کنار مردم رو با زندگی و زندگی ما ارزشمندترین دارایی هر انسانی هست. ببینید اینها با عمرشون دارن هزینه این ایستادگی در برابر یک نظام رو پرداخت میکنن و به این صورت هست. الان اتفاقی که داره میفته اینا تقریبا همه وکلای تحصیل کرده رو از بین میبرن و صحبت های شما منو داره به یاد صحبت آقای خمینی میاندازه، زمانی که با آقای خمینی گفتن که پزشکان دارن کشور رو ترک میکنه. من دقیقا این صحبتش از رادیو به خاطرم هست که ایشون گفتن بروند آقایان طلبه رو ظرف 6 ماه آمپول زدن یاد میدهیم دکتر میکنیم. این پزشکی از نظر خمینی آمپول زدن بود، احتمالاً وکالت هم از نظر خمینی کتاب فقه دیگه، بیشتر از اون احتمالاً وکالت و دادگستری و عدلیه به قول خودشون بیشتر نیست. ببینید جناب فراهانی، این جمله من نمیدونم از کدوم یکی از این آقایان هست که افاضات فرمودند که ما بو علی سینا نمیخواهیم چرا که ما علی ابن ابی طالب داریم. بله بله شنیدم. بله، آقای خامنه ای معتقد هستند که علوم اسلام، علوم انسانی، علوم کفرآلود و الحادآمیز هست چرا که اینها از غرب آمده. و خب خیلی مشخصه که ببینید کسی که خارج فقه میخونه هیچ وقت قوانین ایران رو مطالعه نمیکنه، میره فقه میخونه. و حالا شما فکر کنید کسی که خارج فقه خونده قاضی شده، خب مشخصا اینها معتقد هستن که اسلام دینی است که همه چیز رو به صورت جامع و مانع داره و نیازی نیست که از جای دیگه ما چیزی بیاریم. حالا این که تفکیک قوا، حالا مثلا شما فکر کنید که در زمان کانت نوشته میشه یا خیلی از اصولی که امروز در ایران هست اصولی هستن که اصلا به اسلام ارتباطی ندارن. بله. اینها اومدن در برابر اصول حقوق بشر یک چیزی رو تبیین کردن به اسم حقوق بشر اسلامی. خب حقوق بشر اسلامی اصلا یعنی چی؟ یک کنفرانسی هم گذاشتن با مصر و عربستان و سوریه، همین کشورهای اسلامی، عرض کنم که یک اصولی رو نوشتن حقوق بشر اسلامی. خب مثلا ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر میگیم آقا به هیچ انسانی فارغ از بحث دینی و عقیدتی و نژادی و قومی و قبیله‌ای و زبانی
نباید هیچ تفاوتی داشته باشیم. اما این حقوق بشر اسلامی هم من گمان میکنم یک چیزی هست مثل خود فقه ما که دروغ بد است اما دروغ مصلحتی مجاز است. بله، زنا بد است. اسلامی بهائیان رو میشه کشت، دراویش رو میشه زندان کرد، کلیمی ها نجسن، آب باید پشت. فقه اسلامی، حقوق بشر اسلامی مدلیه. حقوق بشر اسلامی بله دقیقا، یعنی اعدام حرام است. بله، اما اعدام افرادی که علیه حکومت اسلامی هستن، ببینید رامین حسین پناهی از افرادی هست که جزو مدافعین حرم بوده، البته نه از طریق مکانیزه، کانال مکانیزه جمهوری اسلامی، اما به هر حال ایشون رفته و علیه اون دولت اسلامی شام یا داعش جنگیده. الان رامین حسین پناهی در زندان هست، داروهاش رو قطع کردن. بله، چون ایشون به خاطر اینکه تیر خورده یک کلیهش رو از دست داده و یک کلیه دیگه‌اش عفونت کرده، داروهاش رو قطع کردن. هر لحظه امکان اعدام این جوان هست. به هیچ عنوان در لحظه دستگیری این آدم مسلح نبوده، چرا که بر اثر تیری که بهش خورده بوده اصلا این آدم بیهوش بوده. بله، و هیچ سلاحی اصلا همراه اینها نبوده. یعنی در گزارش هایی که در پرونده مضبوط هست، گزارش دستگیری ما معمولا داریم در صفحه سوم چهارم، هر پرونده ای به این ترتیب ما یه گزارش دستگیری داریم. هیچ سلاحی از اینها کشف نشده و هیچ تیراندازی از سمت اینها به سمت ماموران نشده، بلکه در کمین بودن و اینها زمانی که وارد ایران شدن که پدر مادرشون رو برن ببینن، آتیش میگشایند به سمت خودروی حامل این چهار نفر، سه نفر در دم میمیرند، رامین حسین پناهی بیهوش میشه. و الان ببینید اعدام در حقوق بشر ممنوع است، در حقوق بشر اسلامی اعدام ممنوع است، اما اگر برای منافع جامعه اسلامی و حکومت اسلامی باشد امری پسندیده است. خب در یه چنین شرایطی که در قوانین اسلامی میرن یه کسی رو دستشو قطع میکنن به دلیل اینکه یک گوسفند دزدیده، حالا چه به دلیل احتیاج چه به دلیل، حتما احتیاج بوده، وگرنه شما که نمیری گوسفند به دزدی واسه تفریحه، به دلیل احتیاج دست یه نفر رو میدزدن. آقایون سران رژیم که میلیارد میلیارد میدزدن رو باید چه کرد؟ آیا باید انداخت تو چرخ گوشت ازش اون گوشت چرخ کرده در آورد؟ چه باید کرد؟ قوانین اسلام در مورد دزدی که اینطوری میکنه، یا آقای طوسی که زیر عبای آقاست و به صدها دهها بچه تجاوز میکنه باید چه کرد؟ آیا قوانین اسلام در مورد تجاوز تفکیک قائله یا اصلا تجاوز جزو قوانین اسلامیه؟ ببینید در مورد آقای طوسی که خاطرم هست من و شما با هم مفصل گپ زدیم. بله، بله، عرض میکنم که جناب فراهانی، ببینید اصلا اختلاس که اختلاسی صورت نگرفته، ما سیاه نمایی نباید بکنیم. بله، این مسئولان در حال یک ارث پدری داشتن که اون ارث پدری رو حالا برداشتن و از پنجره عقبی رفتن کانادا. بله، این که حالا اونا ارثشون رو بردن ما حق نداریم چیزی بگیم. ببینید سرقت، ببینید قانون مجازات ما حدود قصاص دیات و بعد تعزیرات هست. حدود و قصاص و دیات آن چیزی هست که در اسلام آمده، تعزیرات چیزی هست که در اسلام نیامده. سرقت هم در باب حدود میاد هم در تعزیرات میاد. اون سرقتی که قطعیت داره، یعنی دست رو بابتش قطع میکنن، سرقت حدی هست. 14 شرط باید داشته باشه، یکیش اینه که در ایام قحطی و گشنگی نباشه. اگر این شرط ساقط بشه، سرقت تعزیری میشه و به جای قطع دست باید فرد مجازاتی مثل جریمه مادی یا حبس رو تحمل بکنه. میدونیم بر همه ما واضحه که الان ایران در شرایط قحطی به سر میبره. نون سنگک 4-5 هزار تومانی، تخم مرغ دونه 1000 تومان، یعنی یک حساب سرانگشتی بکنید یک خانواده 4 نفره نفری یه دونه تخم مرغ بخواد نهار بخوره و یک نون سنگک بخوان بخورن، میشه 8 هزار تومان. 3 وعده در روز میشه 24 هزار تومان. مردم ندارند، مردم ندارند که این خرج رو بکنند. خب در یک همچین شرایطی یه فردی میره یه گوسفندی رو میدزده، این سرقت حدی نیست.
این سرقت نهایتا تعزیری است. یک رأی بسیار خنده‌دارتر از این هست که یک شخصی از یک درختی 4-5 تا نارنج کنده 6 ماه حبس براش دادن، در صورتی که در همون فقه ما داریم که اگر درخت مثمر، یعنی درختی که ثمره داره، میوه داره، شاخه هاش در ملک دیگری واقع بشه یا در خیابان باشه، اگر در ملک دیگری باشه که میوه هاش میشه مال دیگری، همون کسی که شاخه ها در ملکش واقعه، و اگر در خیابان باشه ملک مال مردمه، مردم میتونن بکنن و استفاده بکنن. شما ببینید قضات، وقتی من میگم قضات ما حقوق نخواندن، برای اینه، اینها اصول حقوقی هستش که قضات ما جاهل بهش هستن. حالا یک نفری اختلاس میکنه، خب دیگه خودیه دیگه، اونها که خودی هن. آقای توسی خودیه، آقای حائری ناظم مدرسه‌ای که به اون پسرها تجاوز کرده بود خودیه، مشخصا اینها مجازات نمیشن. این و مسئله فقری که شما دارین اشاره میکنین، یکی از برنامه سازان ایرانی یه صحبتی رو در هفته پیش میکرد که واقعا درسته، میگفت قیمت یک اتومبیل پیکان یک دلار و 30 سنت، کاملا درسته. روز قبل از انقلاب اسلامی یک دونه پیکان 14,000 تومان بوده و امروز یک پیکان یک دلار 12,000 تومانی، یک دلار و 30 سنت یک پیکان بوده. این هم صحبت قرن پیش نیست، صحبت 39 سال پیش. فراهانی، چرا به 39 سال پیش بریم؟ اولا طبق آمار خود بانک مرکزی ارزش 1,000 تومن، 1,000 تومن امروز برابر با سریال سال 57، سریال یعنی 10,000 ریال سریال ارزش داره. اما بریم به سال 77 78 79، اینا زیاد دور نیست، همین 18-19 سال پیشه، 20 سال پیشه، کرایه تاکسی از میدون محسنی تا میدون ونک بود 25 تومن، 25 تا تک تومنی. من امروز نمیدونم این کرایه چقدره، ولی آخرین باری که من کرایه دادم از میدون محسنی تا میدون ونک 1,000 خورده‌ای بود، 1,200 تومن بود. یا فرض بکنید که بلیت مترو از 25 تومن یک دفعه اومده رسیده به 1,000 تومن. اینها تورمه. حالا بیان هی آمارسازی بکنن. آیه هوشمند، واسه این شرایطی که وکلا الان پیدا کردن در ایران و هر روز این میشه، چه میشه کرد؟ آیا نمیشه یک کمپینی رو انداخت از حقوق بشر، از سازمان ملل، از این آقا؟ بالاخره باید جلوی این داستان گرفته بشه. اینا نه تنها زندگی هاشون نابود میشه، فرد از شرایط بد میفته. آخه یک کسی که این همه درس خونده، شغلش وکالت بوده، یکی از این وکلا من خوندم که وکیل بچه هاست، وکیل کودکانه، وکیل کودکان رو به جرم چیز علیه امنیت ملی، اگه کسی رفت گفت بچه‌تون رو نزنین با سیخ و میخ داغش نکنین، امنیت حکومت اسلامی و اسلام به خطره، چه باید کرد؟ ببینید جناب فرهانی، تا مشخص شدن عنوان اتهامی این عزیزان، من حداقل سعی میکنم اظهار نظر نکنم، چون هنوز مشخص نیست که عنوان اتهامی پیام درفشان، فرخ فروزان چه هست. اما ببینید، فرق باید قائل بشیم بین وکیل بازداشت شده و بازداشت شده وکیل. این فرق از اینجا باید مشخص بشه. یک وکیلی در انجام امور وکالتی بازداشت می شود، مانند عبدالفتاح سلطانی، مانند نسرین ستوده، مانند دکتر سیفزاده، مانند دکتر محمدعلی دادخواه، که اینها به خاطر انجام امور وکالتی بازداشت شدند. و فردی که
مانند یک شهروند دستگیر میشه، حالا دست برقضا شغلش وکالت است. این دو با هم فرق میکنه. آرش کیخسروی، پیام درفشان، فرخ فروزان، اینها از دوستان نزدیک من در ایران بودن. ما خیلی با هم نزدیک بودیم. آرش کیخسروی عضو حزب پانایرانیست هست، انسانی شریف. همینطور فرخ فروزان واقعا انسانی شریف هست. اینها انسانهای دوست داشتنی هستند که در صنف وکالت هم شناخته شده و دوست داشتنی هستند. اما عنوان اتهامی اینها اول باید مشخص بشود که بعد ما صحبت بکنیم. بله، فرخ فروزان بیشتر فعالیتش در دفاع از کودکان بزهکار بود، وکالت‌های رایگان انجام میداد برای این کودکان. گاهی من هم باهاش همراه بودم، با هم میرفتیم میامدیم. اما اینکه به چه اتهامی دیروز فرخ فروزان دستگیر میشه هنوز مشخص نیست. من تا همین نیم ساعت پیش با همسر فرخ صحبت کردم و هنوز مشخص نیست چه عنوان اتهامی داره. فعلا چیزی که میدونیم اینه که قراره یک هفته بازداشت باشه فرخ فروزان. جاموش، من از شما بسیار بسیار متشکرم و به امید اینکه در روشن شدن این قضیه با یکدیگر صحبت کنیم و هر اقدامی که برای رهایی وکلای ایران و هر ایرانی زندانی باشه بتونیم انجام بدیم. با تشکر از شما سپاسگزارم و ممنون از اینکه به من اجازه دادید در برنامه شما باشم. به امید آزادی ایران، روز و روزگار بر شما و همه بینندگانتون خوش. با تشکر از شما. بینندگان گرامی، میریم و باز میگردیم و با شما خواهیم بود. با ما باشید.